بزرگ رستم با هاماوران هستش که در این جنگ رستم با سه کشور شام، بربرستان و مصر می جنگن. این داستان گذر سیاوش از آتش هستش که به خاطر اینکه سیاوش آزمایش بشه که پاک هست یا نه، باید از با سوار بر اسب سیاوش می شد و با لباس سفید از آتش می گذشت. 5-6 سالگی که بودم خیلی به نقاشی علاقه داشتم و اوایل کارهای آشورایی و کارهای تزیه رو میکشیدم، چون پدر بزرگ خودم چون مدعی اهل بیت بود و تزیه خون بودن، خیلی به این کارا علاقه من بودم. و بعد که بزرگتر شدم و مطالعه هم بیشتر شد، سراغ جنگ‌های ایران رفتم، جنگ‌های بزرگی که تو تاریخ اتفاق افتاد. و بعد از اونم رفتم سراغ یه کار ملی که توش حماسه و جنگ باشه، که چه کاری میشد بهتر از شاهنامه. چون هم نظم شاهنامه رو میخوندم و نثرشو، خوب متوجه می شدم شاهنامه رو. طه قاسمی نوجوان 14 ساله یک نمایشگاه نقاشی در نگارخانه میرمیران خانه هنرمندان ایران برپا کرده. این هنرمند نوجوان خود آموخته 16 نقاشی با موضوع جنگ های شاهنامه و 4 نقاشی با موضوع جنگ های واقعی که در تاریخ رخ داده را با تکنیک ترکیب مواد روی مقوا به نمایش گذاشته است. برخی از افرادی تو این داستان بودن که به خاطر اهداف شخصیشون هزاران نفر رو کشتن و بعضی از افرادی بودن که به خاطر عشقشون به یک نفر یک جلوی یک جنگی رو میگیرن. ادبیات کهن هر سرزمین بستر مناسبی برای تربیت و پرورش نسل‌های جدید است. اسطوره‌ها، حماسه‌ها و روایت‌های فراوان ایران که شاهنامه فردوسی از مشهورترین آنهاست، منبع آموزش و پرورش غنی و پرباری برای این منظور است. فردوسی به ما گفته که در زندگی اولین چیزی که گفته خرد هست، که از فکرمون استفاده کنیم و بعد تصمیم بگیریم و کارهای دیگه‌مون رو انجام بدیم. نمایشگاه نقاشی و خیال پردازی ها و داستانگویی های این نوجوان تا 27 تیر در خانه هنرمندان ایران ادامه دارد.